ایمان دارم شمایانی که اینجا نشستین نه فقط شادمان شدین که در جماعت مؤمنین با هم دیگه گرد هم اومدیم که نام عزیز عیسی رو بپرستیم، بلکه ایمان دارم که با انتظار اومدین، با شادمانی اومدین که خدا با شما سخن بگه. آمین. من که حقیقتا یک شور و شعف خاصی دارم امروز برای این پیامی که در قلبمه، این پیامی که برای کلیسای پرجلال و مجید عیسی مسیح خداوند خدا در قلبم گذاشته و یه جوری هیجان زدم که اینو به شما عزیزانم منتقل کنم. باشه که امروز حقیقتا دعای قلبی من این بود که به طور خاص زبان من از سرم، نه این سر فیزیکی، سرم فرمان بگیره، چون تمامی اهمیت یه پیام، اهمیت کلیسای پرجلال عیسی مسیح خداوند اینه که سر کلیسا مسیحه. آمین. این مسیح زنده و مقتدره که سر کلیساست و باید سر همه چیز باشه و باید مرکز و محور تمامی زندگی ما باشه و همه چیز دور او بچرخه. آماده هستیم؟ یکی از پرعظمت‌ترین عزیزان، یکی از پرعظمت‌ترین و پرشکوه‌ترین رسالات پولس رسول نامه‌ای که به افسوسیان نوشته. وقتی این نامه رو میخونی میبینی یک رساله معمولی نیست، یک رساله آسمانی، یک رساله پرقدرت، یک رساله نفسگیره. نامه یک وقتی میخونی میفهمی چطور افق دید ایمانداران رو وسیع میکنه در اون نقشه ازلی و ابدی خدا برای تک تک ما، دید ما رو وسعت میبخشه. نامه یک قدرت بی قیاس و نامحدود و بسیار عظیم روح خدا رو در کلیسا، در من و تو چقدر زیبا یادآوری میکنه. نامه یک بیوگرافی گذشته ما رو، حال ما رو، آینده ما رو چقدر زیبا به تصویر میکشه. مخصوصا در باب دعایه 4 میگه خدایی که در رحمانیت دولتمنده، بر حسب اون حیثیت محبت عظیم خودش ما رو که در گناهای خودمون، در خطاهای خودمون مرده بودیم زنده کرد. نه فقط زنده کرد، بلکه برخیزانید و در جاهای آسمانی پهلوی خداوند ما عیسی مسیح نشانید. باور میکنین این حقایق عالی رو؟ نه تنها عزیزان، ما رو در اون مقام والا، در اون ملکوت نشانید و دست راست خداوند. برای چی؟ برای فرمان روایی، برای فرمان روایی بر هر ریاست، هر قدرت، هر سلطنتی که روی این جهان داره حکومت میکنه ما رو بالای اون قرار داد. بلکه نه فقط همین، بلکه داره دست شیطان و نیروهای نوچه و سرسپرده او رو در این رساله چقدر زیبا آشکار و برملا میکنه. وقتی این رساله رو میخونی انگار پولس یه مکاشفه عمیق و خیلی زیبا از بدن مسیح، از کلیسای خداوند گرفته و میخواد با اون واژه های پرتمطراق و زیبا اینو منتقل کنه به مدن. ولی در همون شروع کم میاره، در همون شروع با تمام تقلاهایی که میزنه کم میاره. برای همین زانو میزنه، برای همین زانو میزنه در حضور خداوند و میبینیم کلمات با چه شکوه و جلالی، با چه نجابت بیمثالی از دهان او، با مسی که از روح خداست، با نالهی که از روح خداست، از دهان او جاری میشه. در افسوسیان باب 1 آیه 17 تا 23 این دعای عالی رو میخونیم. دعا میکنم که خدای خداوند ما عیسی مسیح، آن پدر پرجلال، روح کشف و معرفت و شناخت به تک تک ما بده تا چشمای دل ما روشن شه و بدانیم که امید دعوت ما چیست، که بدانیم امید دعوت ما چیست و چه مقدار است عظمت بی نهایت قوت او و کدام است اون دولت بی مثال او، اون میراث عظیم او در من و تو، و چه مقدار است
اون عظمت قوت او در من و تو عمل میکنه. این عظمت قدرت. و پولس میخواد بگه از چه جنسیه، داره توضیح میده، از همون جنسه که عیسی مسیح رو از مردگان برخیزانید، بالاتر از هر ریاست، بالاتر از هر قوت، بالاتر از هر سلطنت، بالاتر از هر نامی، نه فقط در این جهان بلکه در جهان آینده نیز نشانید. و او رو سر کلیسا کرد، مقرر کرد که او سرور کلیسا باشه، تا نه فقط سرور باشه بلکه تمام اون اقتدار، تمام اون پوری رو به کلیسای مجید و پر جلالش عزیزان منتقل کنه. باور میکنین؟ ولی صد افسوس که کلیسا گاهن انگار گم میکنه حق فرمان روایی خودشو، گم میکنه اون پوری پر جلالشو که مسیح به خاطر این مرد و دفن شد و برخیزانیده شد که کلیساش در اون پوری زندگی کنه. یادش میره کلیسا که خداوند چطور ما رو مبارک ساخت به هر برکات روحانی در جاهای آسمانی. انگار کلیسا یادش میره که پادشاهش، اون امپراتور ابرقدرتش چه پاگونی روی شونه های تک تک ما که کلیسای عزیز اوس گذاشت. چقدر زیبا میگه در لوقا باب 10:19، اینک به شما قدرت میدم، اینک به شما اقتدار میدم که پاها بذارین بر ماران و عقرب ها، بر تمامی قوای دشمن که میخواد حمله کنه به شما پا بذارین، همجور که زیر پاهای عیساست، زیر پای کلیساست، که هرگز هیچ چیزی به شما صدمه نرسونه. چی داره میگه؟ این اقتداری که این شاه شاهان داره تماما با دست و دلبازی به کلیسای خدا خودش انتقال داده. باور میکنی؟ برای همینه که در این نامه آسمانی و پرقدرت چطور کلیسا رو به طور سمبولیک ویترین آسمان معرفی میکنه. میگه اگه میخوای کلیسا رو بشناسی، اگه میخوای آسمان رو بشناسی، اگه میخوای اون کابینه الهی، اون فرمان روایی، اون ملکوت، اون قدرت، اون اراده با شکوه و بی‌مثال خدا رو بشناسی، کلیسا رو بشناس. در افسوسیان باب 3:10 اینو میگه، میگه برای کلیسا میخوام رازی رو برملا کنم، میخوام رازی رو به شما منتقل کنم. اون راز اینه که سالهای سال طی اعصار بر همگان بسته بود، مکشوف نشده بود، ولی امروز بر کلیسای خداوند باز شده. به خاطر عیسای مسیح خداوند این راز باز شده که کلیسا مقر حکمت گوناگون ریاست ها و قدرت ها و جهانداران در آسمان توی کلیساست که به وسیله من و تو تردد میکنه. این حکمت گوناگون، این عطایا، این چیزهایی که خداوند برای کلیساش مقرر کرده. باور میکنین عزیزان؟ باور میکنین کلیسا برای این هست که آسمون از اون دیده بشه؟ همین امروز صبح اگه آفتاب طلوع کرده، به خاطر اینکه کلیسا هست، به خاطر اینکه کلیسا هست. یک روز میگه همه چی به انتها میرسه، وقتی کلیسا رو بوده میشه دیگه هیچ چیزی نیست روی این زمین که بخوای به خاطرش زندگی کنی. آره، همین دوباره در افسوسیان باب 6:10 میگه، پس ای برادران من، ای خواهران من، بیاین دوباره در خداوند و در توانای قوت او زورآور شوید تا بتونین با این قدرتی که از بدن دوباره و دوباره میگیرین، بتونین با مکرهای ابلیس مقاومت کنین. زیرا ما رو کشتی گرفتن با خون جسم نیست، بلکه با اون ریاست ها، قدرت ها، تمام اون نیروهای تاریکی که اون روحای شرارتی که میخوان قدرت کلیسا رو بدوزن عزیزان. ولی ما هنوز نفهمیدیم، ولی ما هنوز نفهمیدیم که دشمنانمون مردم نیستن، دشمنانمون خواهر برادرمون نیستن، دشمنانمون زنمون نیستن، شوهرمون نیست عزیزان،
دشمنان ما تندروها نیستن، آزادی خواهان نیستن، حزبهای گوناگون نیستن، بلکه جنگ ما با اون نیروهای شرارت در جاهای آسمانیه. دشمنی که در سایه دنیای تاریکی، در اون سایه دنیا مثل مهره در صفحه شطرنج به حرکت در میاره، اون فریبنده، اون گمراه کننده، اون نابود کننده که به ضد بدن و ضد مسیحه و تمام هدفش اینه که کلیسا را از اون جایگاه اقتدار، از اون جایگاه مقام رفیع خودش به زیر بکشه. باور میکنی؟ پس آیا شایسته و به جا نیست عزیزان؟ آیا یک کمی اشتیاق ندارین که کمی از این ماهیت دشمن و این استراتژیای او مطلع بشیم که به ضد ماهیت کلیسای پرجلال او و اقتدار اوست؟ آیا مشتاقین عزیزان؟ در مکاشفه باب 12 آیه 9 میگه آن مار قدیمی که ابلیسه، که به شیطان مسماست، که تمامی ربع مسکون را میفریبه، او بر زمین انداخته شد و یک سوم از این فرشتگان بیچاره رو هم با خودش پایین کشید. این شعابات رو تا حالا دیدین تو کلیسا؟ خودش ذلیل و بدبخت به خاطر غرورش پایین افتاده شد و یک سوم رو با خودش پایین کشید. چون که در بطن عزیزان، در بطن تمامی قدرت‌ها و فعالیت‌های شیطان تخریب، تفرقه و جدایی وجود داره که در نهایت به جایی برسه که اقتدار کلیسا را از او بگیره. در یوحنا باب 8 آیه 44 میگه چون که در او راستی نیست، اصلا او در راستی ثابت نیست، چون که دروغگوه، چون که پدر دروغگویانه عزیزان، و تنها هدفش اینه که کلیسای خداوند رو از راه و راستی و حیات دور کنه. چطور این کارو میکنه عزیزان؟ چطور این کارو میکنه؟ وقتی یه قسمتی از بدن فیزیکی من آسیب پذیره، خب فقط کافیه فکر کنه یه تیکه سم یه انگشت کوچیک بزنه، خیالش راحته، این سم چی میشه؟ تمام بدن رو آلوده میکنه، تمام بدن رو این سم مسموم میکنه. درسته یا نه عزیزان؟ شیطان نه فقط از این طریق، بلکه از طریق زبان قوم کلیسا رو سمی میکنه. یعقوب، کتاب یعقوب باب 3 آیه 6 تا 8 به طور خلاصه من میگم، میگه این زبان کوچک، این عالم ناراستی که در اعضای بدن، این عالم ناراستی چیه؟ زبانه. این زبانه که تمامی بدن رو آلوده میکنه، می آلاید و دایره کائنات رو میسوزاند. عزیزان هیچ کس، هیچ قدرتی نمیتونه جلوی زبان شخصی که در تلخیه، در کینه است، در رنجشه، در بی‌اعتمادیه و این سم به او تزریق شده، هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره، چون اون بدون این که بدونه آلت دست شیطان شده و اون همینطور نابود کننده است. چطور نابود میکنه؟ متخصص عزیزان، تخصص خاص داره که تأثیر کار خدا رو در کلیسا نابود کنه. دیدین یه برکتی میاد؟ دیدین یه فراوانی تو زندگیت میاد؟ یه خوشبختی میاد؟ چی میشه بعدش اگه مواظب نباشی؟ اون متخصصه که تو رو ناامید کنه، حتی از برکات خدا چشمتو برداری. او متخصصه که تأثیر خدمت تو رو نابود کنه، به خصوص اعتبار خادمین رو با شایعات دروغ از بین ببره، نابود کنه. اما چطور این کارو میکنه؟ استراتژی او چیه؟ خیلی چیزاست، فقط من توی دو تا قسمت اینو خلاصه کردم عزیزان. برای اونایی که گوش دارن،
و میخوام بشنوند در هوشیاری و بیداری و از این دام ابلیس در رهایی باشن. از اونجایی که شیطان عزیزان هیچ تعادلی نداره، هیچ بالانسی نداره، یا از این وقعش میکنه یا از اون وقع قربونش برم. اولی هربهی که داره میاد چیکار میکنه؟ به خورد افراد میخورونه، افرادو توی یه وضعیتی قرار میده که بی تفاوت باشن، در جهل، در ناآگاهی، که فکر کنم بابا چرت و پرته، مگه میشه شیطان وجود داشته باشه؟ ساخته نویسندگانه، ساخته اون فیلمنامه نویسای هالیوودیه که میان یه شاخ و دم براش میذارن، شکلای عجیب غریب براش میذارن، اینطور فکر کنن که نسبت به اعمال او عزیزان، مخصوصا در کلیسای خداوند، بی تفاوت باشن، منفعل باشن، بذارن هر کسی هر کاری دلش میخواد بکنه. اول یوحنا باب 5 آیه 19 میگه تمامی دنیا در شریر خابیده. عزیزان وقتی ما در جهل و ناآگاهیم، این رو شیوه زندگی ما تاثیر میذاره، آلودگی روی زندگی ما میاد، کم کم پناه میدیم به گناه، او یک بنای کوچیک در زندگی ما میسازه و کم کم یک کارگاه برای خودش راه میندازه و از اونوری قش میکنه. چجوری قش میکنه؟ نه در جهل طرف، نه ناآگاه، از اونوری میترسه. اصلا اسمشو نیاری، دائم صبح تا شب میگه حمله به من شد، فکر میکنم یه اتفاقی داره میفته، شیطانه شیطانه، اصلا تو به اون نزدیک نشین، همه زندگی منو او داره نابود میکنه. پیام خدا به تو اینه عزیزم، نیازی نیست تو از شیطان بترسی. مخالف شیطان چیه؟ کیه؟ کیه؟ نه عزیزان، مخالف شیطان عیسی نیست، مخالف شیطان میکائیل فرشته مقرب اوه. شیطان سگ کیه که مخالف خدا باشه؟ شیطان مخلوقه خدا، شیطان رو خلق کرده. شیطان مثل یه سگ وحشی که قلاده به دستشه و این قلاده دست خداست. او کسی نیست که مقابل شیطان بیسته. تو اول یوحنا 3:8 میگه از این جهت پسر خدا اومد تا اعمال شیطان رو چیکار کنه؟ باطل کنه. برای اینکه تمونده ترساتون هم امروز بریزه عزیزان، در اون اقتدار و قوت خودتون بدرخشین. یه داستانی من خوندم، داستان نیست حقیقته، اینطور گفته شده که یه الهیدان سوئدی اینطور گفته که یه روزی ناپلئون بناپارت که تمامی هوش و حواسش و هدفش این بود که تمام دنیا رو به تصرف خودش دراره، یک روز تمام دار و دسته‌هاشو جمع کرد، سرلشکراشو جمع کرد، یه نقشه گذاشت روی میز. حواستون هست؟ یه نقشه گذاشت روی میز، یه نقطه قرمز اون نقشه بود، اشاره به این نقطه قرمز کرد. تو اون نقطه قرمز جزایر بریتانیا بود. برگشت گفت به همراهان سردارانش، گفت اگه این نقطه قرمز در این نقشه نبود، همین الان من تمامی جهان رو فتح می‌کردم. عزیزان شیطان هم در مورد اون نقطه قرمز در جلجتا همینو میگه، اگه این نقطه قرمز در جلجتا نبود، الان تمامی جهان تو دستای من بود. آمین. اون نقطه قرمز در جلجتا تمام نبردهای ما رو تعریف میکنه، تمام ترسای ما رو باید به زیر بندازه. فقط کافیه چیکار کنین؟ به مرکز قدرت بیاین، صلیب عیسی مسیح جلجتا. تازه فقط همین نیست عزیزان، عیسی فقط اونجا نمرد. نشست در جاهای آسمانی. ما با مسیح مردیم، به صلیب انقدر خیره نشیم، نمونیم تو صلیب. ما با مسیح مردیم اما با مسیح قیام کردیم، با مسیح در جاهای آسمانی نشانیده شدیم. باور میکنی؟ یا آمین بگی. هللویا. یا آمین پرقدرت. هللویا. مرسی خداوند بر من و تو عزیزان که این اقتدار رو بشناسیم و به کار ببریم. شیطان
که تمام افکارش اینه که همه چیزو به خصوص در بدن مسیح نابود کنه، از افراد ضعیف، از افراد مغلوب. اما نمیتونه کلیسایی که به آگاهی رسیده پایین بکشه، نمیتونه کلیسایی که هدف و خطاب و خواندگی خودشو بهش رسیده مطلع از پایین بکشه، نمیتونه به کلیسایی که اقتدار و قوت خودشو، مقام رفیع خودشو در جاهای آسمانی شناخته، نمیتونه این شخصو آلت دستش بکنه، خودش و اون نوچه های بدبختش. باور میکنی؟ آرزوم اینه که کلیسا، خودم و تک تک ماها این اقتدار رو بشناسیم و روی تمام این افکار، روی تمام این مانورها پا بذاریم. وقتی دنبال یک داستان میگشتم، یه داستان سمبولی که بتونه به زیبایی روایت اقتدار کلیسا و هربه‌های شیطان، حقه‌های شیطان رو به تصویر بکشه. عزیزان، وقتی دنبال یه داستان میگشتم که نقشه های شریرانه او رو به ضد خطاب و اقتدار کلیسا زیبا نشون بده و قدرت کلیسا رو به تصویر بکشه، هیچ داستانی در کتاب مقدس پیدا نکردم به جز داستان سامسون و دلیره. داستان رو در داوران باب 13، 14، 15، 16 به زیبایی میخونیم. واقعا تا حالا اینجوری نفهمیده بودم، انگار در نور خدا داشتم این نور رو میدیدم، تمام این حقایق عالی که جان منو در هر وضعیتی میتونست بالا بکشه و پیروزی خدا رو در قلب و زندگیم لمس کنم، که همه این موقعیت و وضعیت هایی که در زندگی ما هست، عزیزا، آشوب بپا میکنه، تلاطم بپا میکنه، مثل اون شیر قرآن میاد سر صدا میکنه، اینا همه صورتکه، هیچ چیز اصلیه که ارزش ابدی داره تو زندگی ما، پشت صحنه های زندگی ما، مایانی که به خدا وصلیم داره کار میکنه و پیروزی رو مهر زده. عزیزان، معنی اسم سامسون آفتابه. سامسون فکر کنم حتی کسایی که کتاب مقدس هم کم خوندن بتونن بشناسن، درسته یا نه؟ آمین. سامسون جنگاور نمونه، عزیزان، کسی که قرار بود مثل اسمش در اقتدار و تقدسش بدرخشه، کسی که از شکم برگزیده شده بود، کسی که مس شده بود، کسی که هر از گاهی از روح خدا برانگیخته میشد، کسی که از جانب خدا منتخب بود، خطاب شده بود که برای فرمان روایی بر تمام نیروهای تاریکی که به قوم خدا و خدا حمله میکنن، کسی که خوانده شده بود بر تمام ما را عقرب ها، بر تمام ریاست های زمانه اون موقع پیروزی رو به ارمغان بیاره. این شخص از شکم و انداخته شده بود برای این همه پیروزی. عزیزان، کسی که خوانده شده بود برای حاکمیت، برای فرمان روایی. از باب 14 شروع میشه، 13 داستانشه، از 14 میره پیروزی ها کسب میکنه، ولی گاهن قربونش برم گاهی میره به شهر فلسطین، اونجا یه سری میزنه به شهر نامختونان، دشمنان خدا، چرا که دختران فلسطینی دل او رو ربوده بودن. اول شاید میرفت یه سری میزد، گاهی از دور یه نگاه میکرد، و کم کم شروع میکنه دوئل کردن با اون پسران، جوانان فلسطینی، شروع میکنه معما طرح کردن، بازی کردن. کم کم در باب 16 روی پاهای دلیره پیداش میکنیم. خوش آبا ایستد، خوش آبا حال کسی که به مجلس استهزا کنندگان نره سرک بزنه. خوشا به حال کسی که به مجلس کسایی که ضد مسیح و ضد کلیسای مسیحن راه نره، نره بشینه و اونجا اتراق کنه. دلیله هم که خود سمبول شیطان بود، فریبنده. از آن
رسوا کننده، وسوسه کننده، نابود کننده، کسی که عسل بر لب داشت و زهر بر دل داشت، پر از ناراستی. کلام خدا در آیه 19 باب 16 آیه 19 فهمید، همینجور که خوب گوش کنین عزیزان، سامسون آقا این آفتاب درخشان ما در اون امنیت کاذب روی پاهای دلیره لم داده بود. دلیره متوجه عامل قدرت و اقتدار سامسون شد که موهای اوه. گفت هفت موی او رو از تراشید. هفت مو نه هفت تار مو، یعنی هفت قسمت. انقدر موهاش پرپش بود که هفت قسمت، مثل خیلی ها که چلگیس میکنن، اونم هفت گیس کرده بود. هر هفته رو دخلش رو برد. هفت سمبول چیه عزیزان؟ سمبول اقتدار کامل، پوری کامل، سمبول آن چیزی که مسیح برای کلیساش در نظر گرفته، مسیح به کلیساش تقدیم کرده، از پوری خودش رو پر کرده. در آیه 20 سامسون از خواب بلند میشه، دست میذاره به سرش، میبینه یخته. مثل قبل میره که به خودش تکانی بده، خودش از این وضعیت و از این نکبت و از این دام بیرون بکشه و میبینه هیچ قدرتی نداره. اونجا نوشته ندونست که خدا از او جدا شده. عزیزان سامسون به قدری آروم آروم به راه گناهکاران ایستاده بود، به راه منافقین نشسته بود، در مجلس ضد کلیساها تردد کرده بود که مبتلا به بی‌حسی روحانی شده بود و فکر میکرد اوضاعش مثل قبله، خدا با اوست. او فکر میکرد خدا با اوست، او فکر نمیکرد اقتدار روحانی رو از دست میده. اقتدار روحانی جنبش ناپذیره. تو نمیتونی با هر چیزی سازش کنی، هر جایی که میخوای بری، هر کاری که میخوای بکنی، خودتو بازیچه دست اینون قرار بدی، باز هم مثل آفتاب در قدرت خودت بدرخشی. بعد از اینکه سرش رو تراشیدن، او رو به زنجیر بستن. کم کم این آفتاب درخشان ما، این اقتدار ما کار آسیاب رو انجام میداد و گندم دشمن رو به نان تبدیل میکرد. یعنی چی؟ در تیم دشمن اومده بود، داشت به دشمن نان میداد، به کسانی داشت نان میداد عزیزان که باید با اونا می جنگید. وقتی این چهار تا باب رو نگاه میکنیم، میبینیم سامسون چطور از اوج عزت به حضیض ذلت سقوط کرده. داشت به دشمنان خداوند و دشمنان قوم خدا نان میداد. عزیزان هر وقت تو به چیزهای قضا میدی که باید با اون بجنگی، شکست تو داره شروع میشه، ضعف تو داره شروع میشه. وقتی شروع میکنی به دشمنی ها قضا دادن، به عادت کهنه قضا دادن، به تلخی ها و آزردگی های بی پایان قضا دادن، وقتی شروع میکنی به کینه هایی که تو قلبت مسائل حل نشده رو تغذیه کردن، تو داری پایین و پایین و پایین تر میری و اصلا نمیفهمی که چقدر وضعت خرابه. و او کم کم داشت به باطلاق ناآگاهی فرو می رفت. اما عزیزان عاشق این آیم که فقط رحمت فیض عظیم خداوند ما رو چقدر زیبا به تصویر کشیده. آیه 22 میگه نقطه عطف تمام این چهار باب، میگه و موی سرش بعد از تراشیدن باز به بلند شدن شروع کرد. یه چیزی در سر او عزیزان شروع به عوض شدن کرد. جنگ از کجا شروع میشه؟ از سر ما شروع میشه. آمین. آزردگی و کینه ها و رنجش ها از کجا شروع میشه؟ محصول شیطانه. از کجا شروع میشه؟ ماهی از کجا میگنده؟ و جالبه که میگه اصلا دشمنان متوجه نشدن. چیزی رو که از او گرفته بودن داره کم کم به او برگردانیده میشه. انگار که یه جوری، من اینطور برای خودم فکر میکنم، شما میتونین بخونین فکرهای خودتون رو روح القدس بهتون میده، انگار که همینجور که سامسون داشت کار آسیابو میکرد و به اون
مشقت و غم خودش، به اون بدبختی خودش، به اون ذلالت خودش فکر میکرد، پر از آه و حسرت شده بود. انگار خدایی که اون آهی بیرون نمیاد میبینه. فهمیده بود که سامسون فهمیده از شاهراه مقدس دور شده، ترس خدا رو فراموش کرده که به این روز افتاده. خدا میدید، همجور که میدید این موهای سرش بیرون میزد. عزیزان، خدا داشت بر اون رحم میکرد. خدای ما خدای شروعهای دوباره است و موی سرش باز دوباره شروع به بلند شدن کرد، چون سامسون فهمیده بود چه غلطی کرده، چی کار کرده. و کجا میفهمیم؟ وقتی تو سر چیزی شروع میشه، همجور هم منفی هم مثبت، وقتی مثبت شروع میشه تو سرت، به زبان میاد دیگه. زبان از زیادتی دله، زبان از زیادتی سره. اگه تو دائم داری تهمت میزنی، فکرهای منفی و تمام این عفونت‌های قلب تو به کلیسا منتقل میکنی، برعکسش هم میشه. اگه عاملی بشی در دست خدا، اون بر سرت جاری میشه و بر زبانت. و اولین جایی که زبانش بلند میشه به دعا، تو آیه 28 میگه یهوه خدا، یهوه خدا، خدایی که بر مشقت و غم مینگری، یک بار دیگه به من نگاه کن، یک بار دیگه اون اقتدار، اون قوت از دست رفتم و به من برگردان تا جبران مافات کنم. خدا عاشق این دعاهاست عزیزان. مهم نیست در چه گلولایی افتادی، مهم نیست در چه شکستی داری قوطه ور میشی، هر دفعه که حتی در دلت یه آهی خدا با لشکرهای آسمانیش به سمت تو میاد. و جالبه، دشمن اصلا نمیدونست. دشمن اتراق کرده بود بیرون، اون بالا در یک میدون بزرگ داشت جشن میگرفت، جشن عظیمی برپا کرده بود برای اینکه سامسون تموم شد، برای اینکه سامسون به آخر رسید. دیدیم بارها و بارها دشمن جشن گرفته، کر زده، کلیسا به پایان رسید، کلیسای محلی آلفا اومگا دشمن تونست بر اون رسوخ کنه. خدا از اون بالا میخنده، قهقه میزنه، و دشمن جمع شده بود و میگفت الان سامسونو میاریم بیرون باهاش بازی میکنیم، مثل دلقک اون وسط میذاریمش، بهش میخندیم. ولی نمیدونست که موهای سامسون شروع به بلند شدن کرده بود. عزیزان، امروز فریاد کلیسا باید این باشه که خدایا دوباره میخوام به اقتدار خودم برگردم. کلیسا همیشه در طول تاریخ به این نیاز داشته که دوباره و دوباره اقتدار خودشو بشناسه و به اون اقتدار برگرده. کلیسا نیاز داشته که به جایگاه قوت و فرمان روایی خودش دوباره بیاد، اون جایگاهی که دشمن دائم میخواد او رو به کنار بکشه و خودش در اون مقام قرار بگیره. وقتی در کلیسا سازش، عزیزان، وقتی در کلیسا کمبود پاکیه، وقتی در کلیسا دلیل آزادی خودشو نمیدونه. هفته پیش آزادی بود نیست؟ چقدر از این جلسات آزادسازی بود، چون دلیل آزادیمونو نمیدونیم، دوباره تو دام دشمن میفتیم، از این اسارت به اون اسارت. وقتی کلیسا دلیل آزادی خودشو نمیدونه، وقتی دلیل خطا و اقتدار خودشو نمیدونه، باید فریادش این باشه که خدایا اقتدار رو به من برگردون، قوت رو برای کلیسات امر بفرما. وقتی کلیسای خداوند مذبح دعاش گم شده، وقتی مطالعه انجیل در کلیسا کمیابه، کم شده، وقتی راستی و شفافیت در کلیسا گم شده، وقتی کمبود اشتیاقه برای بازگشت عیسی مسیح، وقتی کلیسا چشماشو از آسمان، از اون جایگاه قدرت و اقتدار برداشته به مسائل حاشیه‌ای، به مسائل کوچیک که بارها و بارها به خصوص تو این کلیسا دشمن دائم میخواد افرادو مشغول کنه. الان این مشکل به وجود اومد، بیایم راجبش صحبت کنیم 4 ساعت 5 ساعت بی نتیجه. وقتی کلیسا هیچی نداشته، وقتی کلیسا همه موهاشو از دست داده، ولی در همون حال افرادی بودن بیداردل به آسمان نگاه کردن، آه کشیدن، گفتن خدا
اقتدار تو به کلیسا برگردون. آمین. وقتی کلیسا در این آهی که کشیده فهمیدی کلیساست که صاحب کلیساست، عیساست که صاحب کلیساست، عیساست که آرشیتکت کلیساست، کلیسا عیساست که فرمانده کلیساست، عیساست که کلیسا رو برنامه ریزی کرده، عزیزم موازنه کرده برای پیروزی، عیساست که کلیسا رو هر دفعه آرزوشه که برگردونه به اون اقتدار اولیه، در اون نقشه الهی اقتدار. هر دفعه که یک نفر سرشو بالا کرده و برای اون جایگاه رفیع خودش که شناخته آه کشیده، وقتی دشمن نگاه میکنه و فکر میکنه که کلیسا توسط دلیرهای زمونه فریب خورده، قدرتشو از دست داده و دشمن کلیسا رو به اسیری برده، عزیزان، و کلیسا فهمیده که وقت است برای یک شروع دوباره، برای یک پیروزی دوباره، برای اینکه پرقدرت در جایگاه رفیعش بیسته. خداوند کلیسا، سرور کلیسا، آقای کلیسا، عزیزان، با لباس رزم مثل یک سلحشور، مثل یک فرمانده به میان کلیسا اومده، عزیزان، با قدرتش، عزیزان، با فیض بی‌مثالش، با اون حکمت عجیبش، با راه‌های مهیبش به میان کلیسا اومده و جان کلیسا رو دوباره برگردانیده و به راه‌های عدالت هدایت کرده. آمین. او به میان اومده و اقتدار رو به کلیسا داده، کلیسایی که وعده خداوندش یادشه، وعده خداوندش در ملکه ذهنشه، که گفت ای کلیسا ای شالوده و بنیاد راه و راستی و حیات، اینک تو رو بنا میکنم، اینک تو رو بر صخره بنا میکنم که هیچ نیروی شرارت، فوجهای شرارت آسمانی هرگز نتونه بر تو استیلا بیابه. آمین. این فرمان کلیساست برای کلیسایی که خدا خوانده. باور میکنین عزیزان؟ خوبه چند لحظه چشمای خودمونو ببندیم. اگه خدا با شما حرف زده، خدایی که امروز از قلبش بود این دشمن رو به شما معرفی کنه، که انقدر بی تفاوت و منفعل از کنار او عبور نکنین، همینطور نترسین از او، او رو بزرگ نکنین، بر مشکلاتتون او رو نیفرازین، و همینطور خدایی که میخواد کلیسا در ناآگاهی و جهل نسبت به این نابود کننده و گمراه کننده کلیسا داخل نشه. من ایمان دارم ای خداوند، من ایمان دارم که تو در این زمانهای حساس نسلی رو میخوای بلند کنی در بدن پر جلالت. من ایمان دارم ای خداوند که تو میخوای نسلی رو در بدن پر جلالت بلند کنی که دعای قلبیش اینه، قبل از هر چیز دعای قلبیش اینه، ای پادشاه، ای سرور آسمان و زمین، یک بار دیگه ما رو به یاد بیار، یک بار دیگه قدرت و اقتدار تو به تک تک قسمت‌های بدنت برگردون، تا چنان زندگی کنیم که مسیح عیسی زندگی کرد. من ایمان دارم در این زمانها خداوند نسلی رو بیدار میخواد بکنه، نسلی رو میخواد بلند کنه که پشت کنه به تمام این شکست ها که میاد و میره. خدا میخواد یه نسلی رو بلند کنه عزیزان، که رضا نده به یه نونه بخور و نمیر، به یه آب باریکه در مسیح، بلکه میخواد بدونه، میخواد براش مکاشفه بشه که او نجات پیدا کرده، چون کلیساش روی او قدرت و که مسیحش روی او قدرت و اقتدار رو اعلام کرده. خدا میخواد نسلی رو بلند کنه که بدون ایمان داشته باشه، او در هر وضعیتی خوانده شده که
که نه تنها خودش در اون قدرت و اقتدار زندگی کنه، بلکه تک تک شماها خوانده شدین برای بنای همدیگه، برای سازندگی، برای پیروزی. ایمان دارم در بین ما کسایی هستن که خدا و عطایای عالی به اونا داده، در اونا نهفته است، عطای معجزات، عطای شفا، عطای وعظ، عطای نهیب زدن به قدرت‌های شرارت، تمیز ارواح. ایمان دارم کلیسای خداوند موازنه شده برای افکار سلامتی، خلق شده برای نور، برای شادی، خلق شده برای اینکه در هر وضعیتی از سر فرمان ببره. کلیسای مجید خداوند خلق شده که نه آلت دست شیطان بشه، بلکه مثل یک ظرف مقدس، یک ظرف مستعد خودشو در دستای خداوند بذاره. کلیسایی که فهمیده فقط نجات نیافته که زندگی خودشو بکنه، بلکه نجات یافته تا اراده الهی رو برای اینکه انجام بده نقشه های الهی رو روی این زمین. میخوام هر کی که اینو در قلب خودش الان حس کرده، در ذهن خودش اینو درک کرده، روح القدس به او یه تکانی داده، مثل شمشون میخواد تکون بخوره، میخواد بلند شه، میخواد این دعا در قلبش باشه که ای خداوند من رو به یاد بیار، میخوام در اون جایگاه و مقام رفیع خودم مثل اون خورشید تابان بدرخشم، در اقتدارم بدرخشم، در سازندگیم بدرخشم، در تاثیرگذاریم بدرخشم، در نفوذم بدرخشم، در این دنیایی که هر دقیقه 51 نفر داره به سوی مرگ و هلاکت میره بدون اینکه پیغام انجیل رو بشنوه. خداوند قلب‌هایی رو میخواد بلند کنه، نسلی رو میخواد بلند کنه که به این پیام خداوند گوش بده که بروید به این دنیای گرسنه و تشنه. میخوام سر پا بیستین، اگه خودتون اون نسل میبینین، احساس میکنم افرادی در بین ما خداوند داره نشون میده، مخصوصا این قسمتی که گفتم بروید که تمامی اقتدار کلیسا، چیزی که من بهش اشاره نکرده بودم، تمامی قدرت، تمامی مقام رفیع کلیسا، تمام اون ماهیت نور و نمک بودنش برای اینکه بره به این دنیایی که ظلمت و هلاکت و تاریکی داره غرق میشه، بره و این نور رو برسونه، این شفا رو برسونه، این محبت و این تسلی رو، این عشق و این افراد خم شده، این افرادی که با بی خدایی در خودشون فرو رفتن و افرادی اینجا هستن که خدا میخواد اونا رو بخونه، ولی به جای اینکه برن، در روح دارم میبینم عزیزان، نمیدونم چند نفرن، یه ناخون پایی رو دارم میبینم. بعضی موقع ها دیدین، نمیدونم تجربه کردین، افرادی هستم، من خودم اینو خیلی تجربه کردم، ناخون شست پا به جای اینکه راحت رشد کنه توی بدن بر میگرده رو به گوشت. کسایی هستن که اینو تجربه کردن و این درد تولید میکنه و نمیذاره این شخص راه بره. افرادی که در خودشون فرو میرن، در مشکلاتشون، در دردهاشون، مثل اون ناخونی که در گوشت فرو میره، این کار دشمنه که نمیذاره به بیرون برن. خداوند امروز میخواد اقتدار رو به کلیسا برگردونه. خیلی قوی دارم این پیام رو دریافت میکنم، 4 نفره 5 نفره با هم دیگه، همینجور گروه دستای همو بگیرین. خدا میخواد از دعای تو امروز که خودتو ضعیف میبینی،
خودتو زیر دست دشمن میبینی، شاید خودتو محتاج دعا میبینی. عزیز من، خدا امروز میخواد خودت دعا کنی. مثل یه گروه گردا گرد هم وایسی عزیزان، با اقتداری که همین لحظه خداوند به تو داده، ای کلیسای مقتدر خداوند، خداوند برای تو قوت رو امر فرموده. گروه گروه رو به روی هم بیستین و برای هم دعا کنین، برای سلامتی هم، برای شفای هم. افرادی هستن که دوچار ترسن، نگرانین. خدا میگه هر کسی که برای تو دعا کنه اون دست منه، هر کسی که دهانشو باز کنه این زبان منه. خواهر و برادر عزیزم، تو کوچیک نیستی. نگفته خداوند اقتدار رو به شبانان میده؟ خداوند اقتدار رو به حتی به کوچکترین عضو بدن مسیح داده. حتی اگه یه ایماندار یه هفته هستی، دهانتو باز کن، بذار تنین صدای تو اقتدار عیسی جاری بشه برای برادرت و خواهرت که بغلش ایستادی. تو بدبخت و زبون نیستی که دائم وصل دعاهای این و اون باشی. تو اقتدار داری که در قوت خودت بدرخشی. ای خدایی که از سکونت خواه خودت نگاه میکنی، تو ایمان این بچه ها رو میبینی. خدایی که از سکونت خواه خودت نگاه میکنی، خدایی که میشنوی، خدایی که دعاهای کوچکترین رو میشنوی، دعای اینایی که خودشون ضعیف میبینن میشناسی، میشنوی. ای خدا تو میبینی و ایمان دارم هر دعایی که یکی از این کوچکترین ها بکنه امروز بلی آمینه، برای اینکه تو کلامتو مهر بزنی، برای اینکه نقطه‌ای و کلامی از کلام تو امروز به زمین نیفته، تا کلیسای تو مثل خورشید در قوتش بدرخشه. ای خدا، امروز هر کسی که دعا میکنه، ای خداوند کمرشو به قوت ببند تا دیگه خودشو مقهور و مقموم دشمن نبینه، بلکه بگه من ایستادم با قوت مسیح، من ایستادم با اقتدار مسیح. هر نیروی مرض، بیماری، ضعف، ترس، هر کسی که الان داره دعا میکنه، ایمان رو اونجا اعلام میکنم، پیروزی رو اعلام میکنم، شفا رو اعلام میکنم، چون بدن مسیح داره دعا میکنه و عصای اقتدار مسیح که اسم اوست و بدن او امروز بلند کرده شده. شفا بیا در نام پرقدرت عیسی مسیح. ذهن تو عوض شه، ذهن مسیح بر افکار تو پوشیده شه، قلعه های شیطان بر ذهن تو فرو بریزه، منهدم شه، تا تک تک تو در قوت تو بدرخشی. ای خدای عالی که تک تک اونا رو برای پیروزی امر فرمودی، امروز ما میبینیم افتادن شیطان رو، امروز تک تک ما میبینیم پیروزی عیسی رو. ای خدای عالی، مرسی، مرسی که امروز تک تک این بچه هایی که دستاشون رو گرفتن در پیروزی، در اقتدار، در مقام رفیع خودشون خواهند درخشید، چون تو سرور کلیسا هستی، چون تو سر این بدن هستی. شکرانه این کلام عالی. میبینید افتادن شیطان را؟ میبینید پیروزی عیسی را؟ شکر. با شادی پس ببینید سرود رو با هم دیگه بخونیم که میبینم من افتادن شیطان را، میبینم من پیروزی عیسی را، میگرم به راست و چپ و پیش و پس، عیسی من پیروز است. شیطان سقوط میکنه. آمین.